مسجد هیدری در شهر بمبئی در کشور هندوستان، یکی از مراکز مهم دینی و مذهبی شیعیان در این کشور به شمار می رود و روزنامه تایمز آف ایندیا در گزارش مفصل به فعالیت های این مسجد پرداخته و آن را فعالترین مسجد شیعیان بمبئی توصیف کرده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. مسجد هیدری بمبئی بزرگترین مسجد شیعی است که احیاگران شعائر حسینی را به سوی خود جذب می کند. این مسجد همچنین با حمایت از فقرا و نیازمندان خود را در دل آنها جای داده است. این جملاتی است که در گزارش توصیفی روزنامه تایمز آف ایندیا که به زبان انگلیسی منتشر شده درباره مسجد هیدری واقع در بمبئی هندوستان آورده شده است. این گزارش در ادامه از خدمات دینی و انسانی ارائه شده از سوی مسجد هیدری که بزرگترین مسجد مسلمانان شیعه در مسیر میرا در شهر بمبئی در ایالت مهاراشترای هند به شمار می آید قدردانی کرد. این روزنامه پژوهشی را در قالب این گزارش تهیه و منتشر کرده که خبرگزاری اخبار شیعه آن را ترجمه نمود. این پژوهش درباره تاریخ ساخت مسجد، اهمیت مکان و جایگاه آن، فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهد صحبت کرده که بارزترین آنها برپایی شعائر مقدس حسینی و رسیدگی به فقرا و خانواده‌های بی‌سرپرست و ایتام است. این روزنامه به تبیین اهمیت وجود چنین مسجدی در منطقه می‌پردازد و می‌نویسد هیچ مسجد شیعی از گولابا تا بلغار به استثنای دوندری مشهور و یا مسجد مغال و مسجد خوجه وجود ندارد، اما مسجد هیدری از حیث مساحت ساختمانی و طراحی معماری و دروازه بزرگش با آنها برابری می کند. این روزنامه به نقل از ساجد حسین رئیس هیئت مدیره مسجد می گوید جامعه تشیع در بمبئی نیاز مبرمی به ساخت چنین مسجدی داشت، به ویژه برای اقامه نمازهای جماعت، احیای مناسبت‌های مربوط به اهل بیت علیهم السلام و اقامه شعائر مقدسه ایشان. وی افزود این مسجد دو طبقه است که طبقه اول و همکف مختص اعضا و مدیران مسجد بوده و طبقه دوم به نمازگزاران اختصاص پیدا کرده است. همچنین تعداد اندکی اتاق به عنوان دار و ضیافه برای سخنرانهای میهمان که به آنجا می آیند ساخته شده است. از سوی دیگر منازیر حسنین مدیر صندوق مالی مسجد هیدری گفت این مسجد تنها پذیرای شیعیان منطقه میرا بهایاندر نیست، بلکه در زمان برگزاری مناسبت‌های مذهبی شیعان از اماکن و مناطق مجاوری همچون نالا سوبارا و بلغار نیز به اینجا می آیند. وی افزود بیش از 40 روز از روز اول ماه محرم از سخنرانان دعوت می شود تا در مسجد سخنرانی های مذهبی ایراد کنند. همان گونه که هر سال روز عاشورا و اربعین امام حسین علیه السلام را با مشارکت شعرا و قصید سرایانی که به تعظیم این فاجعه دردناک می پردازند زنده می دانند. نقی رضا عبدی عضو هیئت مدیره مسجد هم می گوید این مسجد دارای 6 اتاق است که اجاره داده می شوند و با درآمدهای حاصل از آنها در کنار کمک های مؤمنین به مسجد، هزینه های مسجد، خدمات دینی و انسانی و نیز نگهداری از اموال حاصل پوشش داده می شود. وی افزود ساختمان‌های مسجد همچنین برای برپایی دوره‌های فقهی و قرآنی برای کودکان به کار گرفته می‌شوند و این علاوه بر حمایت از فقرا و خانواده‌های آبرومند است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.